مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، خیلی خوش اومدین. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. در شرق سوریه چه خبری که تبدیل به کانون تنش‌ها شده و فکر میکنید این تنش‌ها به چه سمت و سوی حرکت میکنه؟ خبر اصلی در شهر سوریه نیست، خبر اصلی در پاستور پشت در اتاق کار علی خامنه‌ای. ببینید، واقعیت این هستش که در هفته‌های اخیر ظاهرا از ترس اعتراضات عظیم انقلاب 1401 رهبری جمهوری اسلامی یک تغییر سیاست استراتژی خیلی جدی داده، حداقل در ظاهر. یعنی در مورد پرونده هسته‌ای که چندین سال پرونده رو خوابونده، رویاهاش این بود که ما مقاومت می‌کنیم، یهو ناگهان چند قدم رفته عقب. در مورد اوکراین که یادتون هست دو بار سخنرانی کرد، یک بار کاملا از حمله به اوکراین دفاع کرد، یک بار دیگه اومد فخر فروخت که ما پهپادها و موشکامون رو دادیم به روسیه، اسم نبرد، به صورت غیر مستقیم گفت، افتخار کرد به حمایت روسیه، ناگهان به حمایت از روسیه ناگهان تغییر جهت داد. سخنرانی حرم رضوی دیدید، علی خامنه‌ای گفت ما قاطعانه رد میکنیم. و در حوزه به جنوب خلیج فارس، کشور عربی، عربستان سعودی، کشوری که روزنامه کیهان بعد از حمله عوامل علی خامنه‌ای به سفارت عربستان تیت زد ننگ رابطه با سعودی از دامن جمهوری اسلامی پاک شد، میبینید علی خامنه‌ای تغییر جهت داده. دولت ابراهیم رئیسی که سوگلی علی خامنه ای بود، اصلا هم زمین و زمان رو به هم ریخت که اینا رو بیاره سر کار. از سیاست خارجی گذشتهش کنار، شمخانی رو بهش امکانات بالا داده در جنوب ایران، در کشور عربی رابطه برقرار کنه. خرازی رو ظاهرا کمال خرازی رو دست به دامنش شدن برای عراق. و در حوزه هسته ای سابقه نشون میده موقعی که علی خامنه ای در حوزه سیاست خارجی نرمش قهرمانانه که هیچی کرنش میکنه، ناگهان تغییر جهت میده، یه بخش دیگه از نیروهاش رو تحریک میکنه برای چنین اقداماتی. یک نمونهش اسفند 1394 هست، سال 1394 مارس 2016، موقعی که حسن روحانی برجام رو امضا کرده بود، ایران داشت دورخیز میکرد واسه اینکه از مواهب برجام بهره مند بشه. اون آزمایش عجیب و غریب و بی سابقه موشک سپاه که روش به زبان عبری نوشتن اسرائیل باید نابود شه. بعدا هم حرفای آقای روحانی، هم خاطرات، هم حرفای فرماندهان سپاه نشون داد دستور علی خامنه‌ای بوده، گفته شما کار خودتون رو بکنید. یه عده تحلیل میکنن که چون جمهوری اسلامی رفته سمت مذاکره، جناح راست افراطی، طرفداران سعید جلیلی، نمیدونم طرفداران علم الهدى دارن این بازی رو انجام میدن. مسئله نیست، من مخالفتی ندارم، منتها سابقه تاریخ نشون میده اینها با چراغ سبز علی خامنه‌ای این کارو میکنن. برای همین مسئله این هست، علی خامنه‌ای در روی صحنه میخواد تنش‌ها رو بخوابونه، میخواد یه ذره دلار بیاد وارد ایران بشه، فشار تحریمی کم بشه، یا مثل پوتین محاکمش نکنن، حکم علیهش ندن، میخواد کمی خودش رو نجات بده. اما در این حال چون نمیخواد نیروهای مقاومت از دست بده، چون نمیخواد تک و تا بندازه و چون نمیخواد این ابزار غربی‌ها فکر کنن حاضر از دست بده، یک طرف دیگه سعی کرده تحریک بکنه. آقای مهدوی آزاد، بریم به سمت غرب زمینه بازی. ساعتی پیش پولیتیکو یه مقاله منتشر کرده و از تحلیل 14 ساعته بایدن برای مطلع کردن کنگره انتقاد کرده. نقش بایدن رو در این سری از تنش‌ها چطور می‌بینید؟ چقدر فکر می‌کنید مسیر سیاست‌های آمریکا به ویژه در حوزه نظامی بعد از انتخابات آمریکا تغییر کنه؟ ببینید، نقش بایدن در سیاست خارجی و مسائل منطقه بیشتر نقش هویج در سالاد، یعنی خوش رنگه، منتها نقش زیاد جدی نداره. در طعنه دارم میزنم ولی یه واقعیت جدی هست. آیا آمریکا واقعا تغییر جهت داده، یا آیا بایدن داره ضعیف بازی میکنه، یا آیا دولت نزدیک به آقای بایدن مثلا تای نگاهش به روحانیون در ایران هست؟ میتونه همینا باشه، میتونه همینا هیچ کدوم نباشه. مسئله این هستش که الان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا فعلا هسته‌ای رو تا قبل از تحرکات رها کرده بود، ظاهرا میدان تا حدی داده بود به اسرائیل، یعنی نه فشار، بی فشار عادی، و فقط خط قرمز تعیین کرده بود دیگه، قسم هم میخورن که برجام رو از روی میز گذاشتن. در حوزه تحریم ها ایالات متحده دولت آقای بایدن رفته بود به سختگیری تحریم ها، سخت کردن تحریم ها، دریچه هایی که باز کرده بود رو داشت میبست. منتها خب چین و روسیه فضای جدیدی رو باز کردن علیه آمریکا، طبیعتا اونجا کمی ممکن بود زورش برسه. اون چیزی که الان ما میفهمیم با گردش عربستان سعودی، گردش نه به صورت کامل، آمریکا حذف نشده، آمریکا در منطقه هست، آمریکا در عراق هست، آمریکا همچنان یک بازیگر بسیار بسیار جدی هست در منطقه ما، در خلیج فارس. منتها با کم رنگ شدن نقش آمریکا، پر رنگ تر شدن نسبی نقش چین، با روابط بهبود نسبی روابط ایران و عربستان که هیچگاه حالت دوستانه در نخواهد اومد، فقط یک آتش بس صلح سب، صلح سرد خواهد بود، صلح جنگ سردی خواهد بود، با این شرایط تصور نمی‌کنم آمریکا به استقبال تنش بیشتر با ایران بره. برای من اون چیزی که من می‌فهمم این است که بایدن حمله دستور حمله
داد، منتها نه اونقدر که تنش بالا بگیره. جمهوری اسلامی میبینید واکنشش آنچنان سرسخت نیست. ظاهرا فعلا علی خامنه ای داره چنگ و دندان نشون میده، به غرب بخواد بگه که فکر نکنید من ماشتی میکنم، حاضرم همین چیو بدم. و بایدن هم یه دونه زده پس دهنش، داره میگه که فکر نکن ما هم میدون رو به شما واگذار کردیم. تصور نمیکنم از این فعلا تو این لحظه تنش ها بیشتر افزایش پیدا بکنه یا وارد حتی فاز جدیدی بشه از جمله آشتی یا مصالحه. ممنون از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان که ما را همراهی کرد.